به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. شما به افرادی که جدی‌تر هستند بیشتر اعتماد می‌کنین یا افرادی که مسائل رو به سخره می‌گیرن؟ جدیت لازمه موفقیت در کار هاست. ما توی این مسابقه تمرین می‌کنیم تا رقابت‌ها هیجان انگیزتر میشه. دور معارفه یک دور صحبت میکنن دوستان 15 ثانیه بدون چالش. شماره یک بفرمایید. خب الهی به توکل نام اعظمت. سلام دوستان، یاشارم از مشهد. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. چیزای جدید یاد میگیرم. اولین اتهام میزنم به آقای شماره 2 که از موقعی که نقششو گرفته فقط داره فکر میکنه و همینطور شماره 6 که اصلا کپ کرده، هیچی نمیگه، هیچ صحبتی نمیکنه، سرش پایینه. 2 و 6 تمام. بفرمایید. درود دوستان، حمید هستم. خیلی خورسندم دارم تو جمعتون بازی میکنم. شما چجوری فهمیدی بنده دارم فکر میکنم؟ مرسی. معمولا فکر نمیکنم. بچرخ. بفرمایید. سلام دوستان، سجاد هستم از شهر هزار سنگل آمور. خیلی خوشحالم که اومدم به این مرحله رسیدم. امیدوارم همه بهترین بازی خودشون به نمایش بذارن. آقای حمید یک مافیا، آقای ایرج یک مافیا. دوست شما 5 مونم استرس به شدت داره. سجاد گفتی شهر هزار سنگل آمور. هزار سنگر آمول. خوش اومدی. نفر بعد. آخه به نام خدا شروینم. شماره 1، شماره 3، از اون برم شماره 9. شماره 1 چون شما فکر میکنی که ایشون فکر میکنه مافیایی. قشنگه؟ مثلا باید روپایی میزد. نقششو گرفت. شما نقشتو گرفتی چیکار کردی؟ با رسم نمودار برام توضیح بده. بنده با آقای شماره 2 بازی میشه، با آقای شماره 5 هم بازی میشه. نفر بعد. سلام دوستان، علی رضا هستم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. چیزای جدید یاد میگیرم. آقای شماره بنده کلا با 2 تا اتهام زدن شما مشکل دارم. بعد اگه به فکر کردم باشه شما خودت خیلی فکر میکنی. آقای شماره بنده یه بشکم بزنم شما رو ویبری. بعد آقای حمید بنده بفرمایید. سلام، پدرام نویدی هستم از کرمانشاه. خوشحالم که توی مرحله اومدم. از اینجا هم سلام عرض کنم خدمت همشهریل عزیزم. امیدوارم برنامه تماشا بکن و بعد برنامهش و نو پیج mafia.tv.ir بهترین بازیکن انتخاب بکن و مسابقه شهروند مافیایش حمایت بکن. دم شما گرم. ممنون که به زبان کردی صحبت کردی عزیز. بفرمایید. به نام نامی الله. سلام دوستان، معین هستم از شهر گل و گلاب کاشان. اتهام میزنم به آقای حمید و آقای شروین. صحبت‌ها رو شماره 1 هم داره زیاد میشه. بعدی. متشکرم. سلام دوستان، ایرج بازیم که میخوام آورده بودم مافیا رو پنچر کنم، چرخشون ازم گرفتن. ولی میخوام با انگوش پنچر کنم شماره 1 و پنچر کنم شماره 4 و ایزن شماره 5. بچرخ. این دفعه ایرج 1500 کیلومتر نیومدی نه؟ نه این دفعه دیگه موندم چون شهرداری کار داشتم باید برم دنبال جواز دیرم هم شده. آیا ایرج گفتی چرخو ازت گرفتن؟ میخ که نه، میخو ازم گرفتن. میخو ازت گرفته بودن. با انگوش پنچر میکنه. چرخش میخمونو پنچر میکنه. صحبت خارج از نوبت نباشه. بفرمایید. سلام دوستان، سامانم. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. دوستان آقای شماره 7 یک مافیا. آقای شماره 7 ناراحت میشه که آقای شروین با آقای شماره 2 بازیش میشه. بعد میگه اسم شما یک زیاد داره میاد. دوست عزیز هنوز ندیدن یارو هم دیگه رو. اسمش بیا شما بذار فردا بشه، اگر اسمش اومد فردا بگو اسم شما یک زیاد میاد. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو. ببین نگاه کن، از اینجا حرف خیلی چرخید. ببین آقای ایرج شماره 4 و شماره 1 که با هم دارن تو چالش هستن و تو یک کاسه میذاره. اینجوری نمیشه، قیمه رو نمیشه بریزی تو ماسا. ببین آقای 6 یه حرفی گفت فعلا نمیشه بگیم که به خاطر چیز. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. مذاکره کننده مافیای ساده معرفی میکنم رئیس مافیا، مذاکره کننده مافیای ساده. 10 ثانیه فرصت. گروه مافیا بخوابن. کارآگاه بخوابه. پزشک بخوابه. خبرنگار. خبرنگار رو هیچکی گردن نمیده. من خبرنگارم. بخوابه. زره پوش بخوابه. تک تیرانداز بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. با شرکت کنندگان بیشتر آشنا میشیم و هم مروری خواهیم داشت بر نقشاشون. خیلی زود برمیگردیم خدمتتون. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 1. چالش هم برای شماره 8 ولی اول خودم میخوام صحبت کنم. خیلی دوستان شماره 10 مافیای بازیه. چرا؟ روز معارفه که حتی مافیا همو ندیدن برمیداره میگه آقای ایرج، آقای شروین به شماره 1 اتهام زد. چه جوری به جفتشون اتهام زدی؟ آقای شماره 7 هم مافیاست. چی میگه؟ میگه روز معارفه که دوباره مافیا همو ندیدن اسم شماره 1 داره زیاد میاد. به قول شماره 9 بعد وای میسادی فرداش میشد بعد میگفتی. ولی خود آقای شروین مافیاست. آقای شروین، آقای حمید چی گفت که ازش حس شهروندی گرفتی؟ بفرمایید. دوست عزیز یه دو تا تارگت خوردی، چرا جوش میاری؟ چرا جوش میاری؟ شما فروپاشی درونی کردید، نقشه تو دیدی. بعد میگه شماره 2 رفته تو خودش ترسیده. بعد حمیدی که تولدش الان باید شاخش ترسیده. آی پدرام بفرم. مرسی. دمنه کباب خوردی؟ کرمانشاهی؟ کی؟ من اصلا نوبت بهم نرسیده صحبت کنم، چطور به من اتهام میزنی میگی صحبتی نکردی؟ اصلا نوبت من رسیده شماره 1 که خودتی. مخاطبتون شماره 1. شماره 1. بازیو خراب کردی. نمیدونم اگه شهروندم هستی اشتباه داری بازی میکنی. بفرمایید. حمید جان تولدته؟ بله. خیلی تبریک میگم بهت اگر مافیای بازیت نمیشم. بفرمایید. حالا صحبت میکنیم ما. دوستان ببین بنده اونقدری که از اتهام خوردن خوشم میاد، از حمایت شدن خوشم نمیاد. الان این دوست عزیز آقای یاشار برگشت یه اتهام همون روز اول زده. شماره 8 واقعا وقتی من نقش خودم رو میبینم کلپس میکنم، شهروندم یا مافیا. شما میای از بنده حمایت میکنی؟ میگی چی گرفتی از من؟ فروپاشی. چالش شماره 9 بعد از من صحبت کنه. ببین آقای حمید مشکل اینجاست که شما آقای شروین هم ازتون حمایت کرد. شما آقای شروین رو ندیدین. شما میشین 2 نفری مافیا خیلی راحت. آقای شماره 8 که من دیروز بهش اتهام زدم میشه شهروند. شما ببینم بجز لرزیدن چیز دیگه میتونی بگی یا نه؟ دوستان بنده چالش شده داشتم. باری کلا آقای سجاد. ببین آقای حمید شما باید آقای شروین هم به همین دلیل خودت میکوبیدی، درسته؟ ببین آقای شماره 8 چرا مافیاست؟ میگه آقای یاشار به آقای حمید برگشته گفته شما ترسیدی. ایشون نگفت ترسیدی، گفت شما فقط فکر کردی. درسته؟ شما اون چیزی که خودت دوست داشتی چنیدی. آقای شماره 8 به قطع مافیا. دوستان چالش بر آقای شماره 2 من صحبت کنم. نه 2 بنده. ببین دوستان حمایت روز معارفه اصلا دلیل بر مافیایی بودن نیستش. حمایتی که شب شده معارفه شده روز میشه آقای 8 چالش میگیره از من حمایت میکنه، اون مهمه. روز معارفه مگه دیدن مافیا همو؟ متشکرم. حالا آقای دوستان اگه تو با من قهری من که آشتیم. من شما و آقای شماره 9 رو به عنوان شهروندای خودم میدونم. شماره 5 به محض اینکه من 3 و 1 رو اتهام میزنم میگم باهاش بازی میشه خیلی راحت پا میشه، ایشون هم شماره 3 و 1 رو اتهام میزنه. شما خیلی قشنگ پشت دست بنده ای که میدونم دارم تبر میزنم داری بازی میکنی. بنده شماره 3 و شماره 1 و شماره 9 را اینجا بازی حمایت میکنم. شماره 6 شما الان تا حالا فقط نوار خالی پر کردی، حداقل گلچین شاد پر کن به دردمون بخوره. متشکرم. برای شماره 1 بعد از صحبتم یه اتهام خوردی عزیزم، درد نداره که بیای شماره 6 شما یکی. برای شماره 3 فقط بلند میشه میگه شما چرا اینو دیدی اونو ندیدی، یعنی یک دور چرخیده فقط همینو دیدی. بیای شماره 3 میتونه مافیا. آی ایرج شما میخه تا ازت گرفتن چون خودت نمیتونی پنچر بکنی، که خودتو که نمیتونی پنچر بکنی، شما هم میتونی مافیای بازی باشی. دوستان تناقض آقای شماره 8 ایرج رو دیدین، میگه شماره 1 تو اتهام خوردی دردت گرفته، بعد شماره 6 که روز معارفه حرف میزنه میگه نه نه نه، روز دوم دوباره منو میکوبه، برای صحبتاش تایید نشون میده. آقای شماره 8 مافیای بازیه دوستان. من با شما بازی میشه، شما بنده رو کاری نداری، بنده شما رو اتهام میزنم با ان کاری نداری، نه با سگی که پشتت پارس میکنه میجنگی، نه با شیری که جلوت قررش میکنه، کلا اهل جنگیدن نیستی. آقا مافیا اول شماره 10 مافیا دوم. اصلا آقا هر کی سمت من بیاد بهش برمیگردونم، چون من شهروندم. شما مافیا، شماره 8 مافیا، شما ستاتون بیاین تو دفاع دیگه. شماره ها رو میگی لطفا. بله شماره 5، شماره 8 و شماره 1 هر ستاشون مافیان تو بازی. من با 3 بازی میشه، 3 به نظرم شهروندی داره بازی میکنه، شماره 3 رو هستم، شماره 7 هم حس شهروندی میگیرم ازش، حس شهروندی. حالا باید صحبت کنه تا ببینم چی میشه. چالش ندادم، چالشون اول صحبتش میگیره بعدی چالش در شماره 1. آقای شماره 6 صد مافیای بازیه. من دارم شماره 8 رو میکوبم، میگی شماره 1 مافیا، نمیدونم اینور 3 و 4 رو گفتی، شماره 8 مافیا، تو صد مافیای بازی، من دارم 8 رو میکوبم، برو بیرون. یاشار مراقب تار صوتی باش، صدات عوض شد رفت روی کانال دیگه. بفرمایید. شماره 9 بنده دیروز آقای شروین و آقای حمید و مافیا خوندم، شما بلند شدی گفتی ناراحت شد که شروین با حمید میخوان بازی بشن، شما چرا ناراحت شدی من جفتشون رو کوبیدم؟ شما یه مافیا، در حالی که تازه شما همون شروینی رو که من کوبیدم هم به عنوان یک مافیا معرفی میکنی. شماره 9، شماره 4 و حمید مافیا. شما که نوبتت برای نه، شما گرفتی برای شماره 3 که میخوام راجع بهش صحبت کنم. سلطان من مافیام، خودم میدونم مافیام، شما چجوری منو داری کاور میکنی؟ حمایت. ها چجوری منو حمایت میکنی؟ من مافیام، شما چجوری منو حمایت میکنی؟ کارت خودمو که دیدم که میدونم که مافیام. من آقای شماره 1 پا شده تارگت، هدف روز قبلش یادش رفته که حمید بوده. هدف روز قبلش یادش رفته، بعد داره تارگت زن میزنه به من، به شماره 7. آقای شماره 1 به قطع مافیای بازیه. آیا حمید من شما رو حمایت نکردم، گفتم تولدت امروز باش تو بازی. چالشم خودم. شما ایشونو مافیا میدونی، شما شیشی که شما رو کرد تو یه تیم و هیچ نظری راجبش نداری، شما قطعا مافیای بازی هستی. من یه مافیا حمایت میکنم، بعدم پیداش میکنم میندازش بیرون. ببین آقای حمید یه اتهام به آقای شماره 10 زد، آقای شماره 10 چالشی نگرفت، حرف نزد، یک نفر دیگه هم بهش اتهام نزد. خب فقط داره بازی این سم میچرخه. به نظر من آقای شماره 10 میتونه مافیای بازی باشه. چالش هم برای شماره 6. شما اول خون خودتو کثیف نکن، صدات هم این سری بلند کنی، انقدر صدام بلنده داد بزنم تا 2 تا خیابون پایین‌ترم میره. بعدم آقا چرا ناراحت میشی؟ من دارم اتهامایی که تو ذهنمه میذارم، مشکل نداره. من میگم شماره 1 برای اینکه داره اصلا یه دلیل مسخره آورد داره من که صحبت نکرد، یعنی نوبت نشده که صحبت کنم. شماره 1 میتونه مافیا باشه، شماره 8 هم میتونه این چیزیه که تو ذهن منه. حالا این 2 تا شات جنگ زرگری هم داشته باشن، شما از کجا میدونی؟ بفرمایید. دوستان بندم. ببین آقای شماره 3 آقای حمید به ایشون نزد، اتهام نزد. از کجا آوردی شما؟ درسته. ببین بنده اتهام روز اولم با آقای معین اصلا یادم رفته بود. آقای معین بلند میشه، بعد میگه اتهامو که میگه هیچی، میگه شما چرا بهت برخورد؟ دوست من اونجا بهم برخورد که شما گفتی شماره 1 اسمش زیاد اومده. من اونجا بهم برخورد. آقای 7 مافیا دوستان. آقای 7 یه مافیا شبانه که به افتضاح داره بازی، ولی 6 خیلی دست به نقده. 6 واقعا دست به نقده. 6 میاد میگه 8 5 1، چالش میگیره 1 و 8 رو میگه 5 و دیگه نمیگه. بفرمایید. چالش هم برای شروین بعد از حرف من. ببین نگاه کن آقای سامان، آقای یاشار هم همین کارو کرد، تمام هدف میزنه بعد هدفش عوض میکنه، میگه نه فقط فلانی بره بیرون. درسته؟ ببین آقای یاشار حتما مافیای بازی میتونه باشه. ببین شماره 6 و 3 میتونن شهروندای بازی باشه. ایرج ببین الان شده سیبل باره مافیاها، میذاریمش کنار، ولی شماره 1 رو امروز در میابیم. ناکای دوستان دست به نقطر از شماره 5 نداریم. ایشون هم خودش گاهگداری دیگه فراموش میکنه تو بازی، اینقدر اسمش نمیاد. یا تو هم پول توپ دادی. شماره 2 مافیا، شماره 5 به قطع مافیا. امروز با رأی شماره 5 خداحافظ. مقاومت نکن. متشکرم. شور کن بازی به چرخه. راحت بگیر. بریم سراغ رأی گیری. یاشار، حمید، سجاد، شروین، علی رضا، پدرام، معین، ایرج، سامان، مصطفی. ببینید دوستان، مصطفی میاد تو نوبتش از من حمایت میکنه، بعد به رأی که میرسه میگه ایرج شده سیبل مافیا. به رأی که میرسه به من رأی میده، درسته؟ شماره 1 مافیا، آقای شروین مافیا. آقای شروینی که داره هم میزنه بندازه رو شماره 5. راجب شماره 5 فقط شما داری صحبت میکنی، کسی راجبش صحبت نمیکنه که شما بازی رو هم بزنی بندازی رو شماره 5. مشکلی نداره شهروندا اگه فکر میکنن من گره بازی هم اول بازی رأی بدم برم بیرون، ولی من بمونم قطعا به شهر کمک میکنم، با رأیم با استدلالم قطعا کمکتون میکنم. شماره 1 شماره 10 مافیا. متشکرم. بیست لطفا. رأی گیری مجدد برای ایرج. سابقه دار به حساب میاد ایرج. بفهمید بشینید. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه بخوابه. تکتیر انداز بخوابه. پزشک دو حق انتخاب. پزشک بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 5. علی رضا خسته نباشی، ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. یک دور صحبت میکنیم، 25 ثانیه با چالش از شماره 10. بفرمایید. شماره 1 بفرمایید. شما بفرمایید. 4 نفری که به شماره 8 رای دادن کیا بودن؟ یکیش من بود، یکی شما بود، اون 2 نفر دیگه کیا بودن؟ خیلی خوب. دوستان ببینید شماره 6 و 8 جفت یارن، ولی امروز شماره 6 میره بیرون چون مافیای مهمتریه. میدونی چرا؟ نوبت خودم. ببینید شما میگی شماره 6 حتما بره بیرون دیگه. با یه استدلال خاصی میگه بری 6 بره بیرون. شما داشتید درباره کسی دیگه روز قبل صحبت میکنی، هیچ نظری دیگه نداری، درسته؟ ببین امروز شماره 6 میره بیرون که طرف شما در بیاد، درسته؟ ولی با آقای شما خودت بعد بیاد دفاعیه. شما بفرما آقا. بنده چالشم برای شما، ولی بعد از من صحبت کن. ببین دوستان 10 به قطع مافیا. 10 صحبتای یکو میگه، بعد تهش میگه حالا شما هم بیا بالا ها، شما لپ یکم میکشه. دوستان 10 تک دفاع میاد بالا، دفاعشو میشنویم، قانع نمیشیم، گوشامونو میگیریم، میشینیم میره بیرون. خدا یارو نگهدار دوست عزیز. آقای مصطفی الان کی بره بیرون؟ الان اتهام شما کیه؟ شما داری میگی پشت دست اینکه مافیاته آقای 6 بره بیرون، بعدا سایت در میاد. طرف درمیاد چی؟ طرف بازی. مشخص میشه. بفرمایید. من به مافیا چالش نمیدم. آی شروین شما چالش میخواستی؟ بهت نمیدم. آی مصطفی شما دو نوبت من خانمم گفته آروم بازی کن، منم آروم بازی میکنم. بفرم. دو نوبت داری منو کاور حمایت میکنی، بعد به من رأی میدی، بعد منو شماره 6 رو میذاری توی ساید ها با شماره 1. امروز با شماره 1 خداویسی کنیم ساید من مشخص بشه، ساید شما معلوم آقا میشه. آقا ساید نداریم، جهت طرف. چالش شماره 1. ببینید دوستان، شماره 8 شماره 10 رو میبینه که منو شماره 8 رو میذاره توی تیم، شماره 6 که دیروز ما دوتا رو گذاشته توی تیم رو نمیبینه. نمیفهمی با هم یارن، پس لیاقتت باخته. متشکرم. شماره 9 شما دیروز بلند شدی خودت یادآوری کردی که یادت نبوده روز معارفه به من زن زدی. این یک. دو، آخرین جمله‌ای که گفتی، گفت نشستی گفتی شماره 7 مافیایی که داره افتضاح بازی میکنه. من اگه مافیام دار... نگفتم این حرفو. آقای حمید گفت یا نگفت این حرفو؟ آقای شروین شما راجع به من حرفی زدی، به من رأی دادی، بعد مگه شما شماره 2 رو باش نمیخواستی بازی کنی؟ چرا اتهام زدی و رأی دادی؟ حمید صحبت بکنم. آقا من نمیخوام، من حمایت نمیخوام. میخواد اتهام بزنه بذار بزنه. بعد شما اصلا شیکر مخلوط کنی، همزنی چی؟ ما داریم میگیم 10، 1، 6 شاید 8، شما میای میگی 9. این حرفو زده یا نه؟ الان بازی چی داری برای گفتم؟ الان بازی من اینو دارم، شماره 10 رو میدیم بیرون. شماره 10 میدیمش بیرون. اگه مافیا نبود حمید مافیاست، سامان مافیاست، شروین هم میتونه مافیای سوم باشه. این سناریویی که چیدین، من اون حرفو نمیزدم در نمیومد بازی. من از قصد شماره 1 و شماره 8 رو توی تیم گذاشتم که ببینم کی میاد. شماره 9 پاشد این چیزو بزرگش کرد. ما فارسیشو بگیم. 10 میدید بیرون اگه نبود حمید و سامان توی تیمن. سلام دوستان، چالش برای شماره 9. بفرمایید عزیزم. ببین دوستان، آقای شماره 7 ولکن نیست. آقای شماره 7 الان 3 دوره صحبت کردیم فقط میگه 9، بعد میگه شما یادت رفته بود، بعد از آقای حمید میپرسه میگه اینو نگفته بود آقای حمید. آقای حمید رو شما چی میبینی که از آقای حمید سوالیم؟ دوستان آقای 7 دومین مافیا، آقای شماره 10 هنوز مافیا. منم. سلام دوستان، شروین هستم، یک فروند فروپاشیده. فروپاشیدم به در دیوار. نکات بنده یه دونه مافیا داشتم که شب مرد. ما اصلا نمیفهم چیکار دارم کاخا. شماره 6 شما بازیو درآوردی به جان خودم که فقط بازیو کردی تو. شما یه حرفی که میزنی بنده مغزم میره خونه‌شون. ولمون کن. چیکار دارید می‌کنید؟ شماره 9 شما یه جوری پلاکنده داری بازی میکنی که یاد جنگ‌های چریکی افتادم. شماره 9 شماره 6 شماره 8 الان فقط با آقای شماره 8 بازی میکنیم. اومد تو دفاعی گفتش که با استدلالام به دردتون میخورم. داداش استدشو بذار که شما لال بودنت بازی ترکوند. شماره 8 فقط بیرون. چالش شما شماره 6 بعد از من صحبت کن. بعد از من گفتم. بعد از شما از شماره 6 نیای پایین مافیایی. آقای شما 6 شهروند بازیه، به شماره 9 هم فعلا کاری نمی‌کنیم. آقای شما 10 دنبال گردنگیر بود، چند تا اتهام خورد. آقای حمید اومد با به این محکمی خودت بهش تارگت نزدی، الان لایک میدی؟ خودت بهش اتهام نزدی، الان داری تایید می‌کنی. چرا تو ترن خود راجع به صحبت نکردی؟ ببین من ترجیحاً با منطق اشتباه کنم تا با احساسم درست. شماره 7 شماره 10 جفت مافیان. شماره 4 با همین شوخی خنده ممکنه تا آخر بازی بیای بالا. با همین شوخی خنده‌ای که شما میخندین ممکنه تا آخر بازی بیاد بالا. نمیتونی از من چالش بگیری. شماره 4 شماره 2 شماره 9 میتونه مافیا باشه اگر شماره 10 رو دادین مافیا نبود. بفرمایید. 7 بفرمایید. الان متشکرم. بنده شماره 10 رو اتهام زدم، تایید دادم و الانم دارم، ولی اون زنگه خورد دیگه. من نشستم. شماره 10 به این دلیل مافیاست چون میدونه شماره 6 شهرونده، میخواد 6 رو بیرون کنه بندازه گردن شماره 1. ببین شماره 7 شما اگر زمان تموم میشد خب دستت میمد برای چالش، از نفر بعدی میگرفتی اتهامو میزد. شما وقتی که اتهام خوردی دستت اومد برای چالش بالا. ببین منطقیه. بعد ببین الان شماره 10 احتمالا میدونه شماره 6 شهرونده، به شماره 1 میگه آقای 6 بره بیرون. قبول میکنی که شما مافیایی؟ خب نمیشه مصطفی، اگه شهروندی داری بد بازی میکنی، ولی من احساس مافیایی دارم ازت میگم، میدونی قلبا هم دوست دارم، میدونی، ولی مافیایی. چالشم برای شماره 10 صحبت کن. بفهم. ببین شماره 6 الان اینجا دیگه نباید به من بزنی، بعد شماره 1 که شما رو داره میکوبه بعد بهش بگی شما باید بری بیرون، نه اینکه من برم بیرون. ببین نگاه کن حمید، شماره 1 داره میگه به قطع ایشون باید بره بیرون، میگه با ایشون مافیا بازی، بعد میگه به من. متشکرم. دوستان گوش کنید، استدلال براتون میارم که آقای شماره 10 مافیاست به دو دلیل. دلیل اول برمیداره چی میگه؟ دنبال گردنگیر برای شماره 6 میگرده. دلیل دوم میگه شماره 1 تویی که سر صحبتی هنوز صحبت‌های دیگران رو نشنیدی، چرا روز بعد دیگه رو اتهامات نمیمونی؟ مگه باید روی تمام بمونم؟ یعنی صحبت‌های دیگران رو گوش میدم، هیچی نباید برداشت کنم؟ تو مافیای بازی. دوست آقای شماره 6، مگه دیروز نمیگفتی من و شماره 8 جفتمون مافیاییم؟ چرا امروز به من و 8 اتهام نمیزنی؟ چرا میگی 2 و 4 و 9؟ چرا میگی 2 و 4 و 9؟ متشکرم. رأی گیری می‌کنیم. یاشار، حمید، سجاد، شروین، پدرام، معین، ایرج، بیستید لطفا، سامان، مصطفی. آقای دوستان نمیشه که اون همه رأی که میاره، اون همه لایکی، اون که موافقتی که میگیره، وقتی یکی بهش میگه مافیا، خب اون نمیتونه مافیا باشه. به قول اون قدری که من تو این بازی نمیفهمم، خودم هم نمیفهمم چرا نمیفهمم. آقا به کی اتهام زد؟ با آقای شماره 1. نمیشه اینجوری هو شهروند یه مافیا پیدا کنه که به غیر از من و شماره 8 همه دارید بهش رأی میدید. 10 تا هم از داورا داشتن بهش رأی میدادن. ولمون آقا بنده رو ول کنید، ایشون هم ول کنید، خدا وکیلی درست نیست. با این وضعیت یه جوری صفر داریم بد بازی میکنیم که من مشکوک دارم میشم کجای بازیم. آقا شماره 6 مافیا وقتی اینجوری آقا ایشون رو گردن گرفته، اون میگه گردن میگیری، اون نمیاد بالا، اون میاد بالا. ببین دقیقاً آقا شروین حرف منو داشت میزه. شما میگی ایشون بیاد بالا بعد به منم رأی میدی، من میگم ایشون هم مافیاست، میگم ایشون هم مافیا، بعد دوستان میگم میدونید شما شهرونده، شما پس میدونید شهرونده. این واقعا بازی در نمیاد اینجوری، شما داری باش پشت دست همه داری به من، دیگه فقط مونده بود که پشت صحنه هم به من رأی بده دیگه. ببین شما هم به من داری رأی میده هم به آقای شماره 6، نمیتونی ما رو توی یه ظرف بذاری که درست میشه سایت. بله عالی. دو عزیز بیستید. رأی گیری مجدد برای شروین، مصطفی. شروین سابقه دار، بفرمایید بشینید. نمیدن سابقه دار. خیر. مصطفی کلام آخر. اینجوری نکن. من دارم رأی‌ها میشمارم. این دو نفر با این دو نفر. واقعا برای این شهر متاسفم. آقای حمید. واقعا متاسفم. که واقعا حرف داره، ایشون داره میگه ایشون بره بیرون، منم دارم میگم آقا شما به قطع میگی ایشون بره بیرون، درسته بره بیرون، ولی چرا دیگه با من داری این کارو میکنی؟ ببین شماره 1 میتونید باش بازی، شهروند بازیه، ولی شماره 6 و شماره 3 و ایرج هم میتونه مافیای بازی باشه. متشکرم مصطفی. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. خراب کرد. چرا؟ شماره 1 مافیا بود، 2 هم مافیاست. دیدی؟ جان؟ دیدی؟ نه. همینجوری گفتی؟ آره 1 و 2 مافیان، چون پشت 1 داره هم میخوره حرفا، 2 هم اصلا مقاومت میکرد به نفهمیده. واقعا نمیدونم پزشک بود. 1 2 3 1 2 3 مافیان. 1 و 2 رو گفتم. 3 هم گفتم، یعنی تو 3 هم تو تر معرفم گفتم 3 مافیاست، 1 و 2 هم در آوردن، بعد بازی کردم. خیلی برگزار کنم. ببخشید یعنی واقعا شرم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کارآگاه بخوابه. تک تیرانداز بخوابه. پزشک 2 حق انتخاب. پزشک بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 6. پدرام خسته نباشی. سلامت باشی. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. خدا به چکیج دان با اجازه. خدا نگهدارت باشه. تبریک که نداری. مافیام به نظرم شماره 9 بود، شماره 2 بود، شماره 4 میکنم اینا مافیا بود. یکم بعد 1 2 3 نه نمیشه. نه یکو بعد از اینکه چیز کرد من متوجه شدم. هم به من رای داد هم به شماره 10 رای داد. اون مشکلش بود. خواستم صبح راجع بهش صحبت کنم که دیگه زدن نشد. اصلا چون تو رو زدن تو زنده اصلی شد. آره میتونستن راحت منو فرداش بیارن تو دفاع. اشتباه کردن دیگه. اون بازش میشه. مرسی. درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره. 3 نفر رو از دست دادیم. 3 شهروند. به به. یک دور صحبت میکنیم 25 ثانیه. با چالش از شماره 7 به اون سمت بفرمایید. خب خیلی چیزو به هم. بفرمایید شما بفرمایید. آقا با توجه به کسایی که شب میمیرن یا بنده مافیام یا شماره 2 هیچ راه اصلا خارج از این نیست. یعنی من هر کیو مطمئنم دیگه مافیاس فردا رو صبح نمیبینه. ولمون کنید. آقایی که شما ایشون داشت مافیا رو هر 4 نفری که بهش رای دادن 3 تاشون مافیا. خب از اون 4 نفر من شماره 10 رو کوبیدم. بعد آقای حمید بلند شد گفتش که شما شیکر با همزن بازی هستی. چرا به 10 دوباره چیزی نمیگی؟ من چالش رو آوردم ولی چالش ندادن. دوباره اومدی رو من. آقا حمید شما کسی بودی که من میخواستم از 9 و 4 مافیا در بیارم، به من گفتی چرا در راجع به 10 چیزی نمیگی؟ بله بنده رأی دادم. بنده اشتباه کردم. بنده شهروند ناآگاهی بودم که رأی دادم. شما کسی بودی که بنده میخواستم 9 و 4 رو بکوبم، به من گفتی شما همزن بازی هستی، چرا راجع به 10 چیزی نمیگی؟ آقای حمید آقای شروین چالش برای شما بعد من صحبت. قرارداد استدلال بیارم دیگه درسته؟ آقای شماره 1 روز معارفه میاد تارگت هدف میزنه با آقای شماره 2 درسته؟ روز بعد هدفش یادش میره میاد سراغ من درسته؟ بعد آقای شماره 1 با آقای شماره 2 که با هم چالش دارن با هم دیگه به همراه این دوتا دوست رای میدن به ایشون میره بیرون درسته؟ آقای شماره 1 اینجا یه دونه مافیا، آقای شماره 2 با آقای شماره 7 توی چالش هم مجددا با هم دیگه جنگ زرگری با هم دیگه رای میدن این آقا میره. چالشم دادم به شیروین. اوکی دوستان حداقل 2 تا هم تا اتهام به هم بزنید. من خیلی دارم تبر میزنم ولی اینجا به بعد بازیو میتونیم در بیاریم. آقا الان بعد بریزید رو هم بگید من کیم که با شماره 10 اومدم تو دفاعی شماره 10 رفت بیرون دیگه. چرا نمیگید؟ چیکار دارید میکنید؟ شماره 7 رو بنده حمایت میکنم. شماره 9 2 1 دوستان دارن هضم میکنن. چالشم برای شماره 3. اول من صحبت کنم؟ بفهم. ندیه نشد. آقا شماره 7 رای داد در حالی که اول اتهام نزد و تا من گفتم اتهام زد. ببین خیلی واضحه بازیش. شما به ایشون میگی همزن، بهشون رای ندادی چرا؟ شماره 2 شماره 7 شماره 1 شهرونده، شماره یک شهروند شروین مافیاست. دوستان ببینید آقای شروین مافیاست. آقای شروین در کمال صداقت داره دروغ میگه. پر واضحه. آقای شما رفت کل تایمش رو در مورد آقا حمید صحبت کنه، تهش یه لپی هم از آقای شروین میکشه. شما نمیتونی کل تایم رو راجع به شما دو صحبت کنی بعد بگی شروین مافیاست. شماره 7 دوستان پر از تناقضه. پر از تناقضه که اینجای بازی داخل بازی. شماره 7 اونجایی که فقط به نفعشه در مورد 10 صحبت میکنه. میگه من فقط رأی دادم، آقای حمید هم فقط رأی داد. آقای شما 10 خودش سوتی داده بود، ما سوتیشو گرفتیم راجع بهش صحبت کردیم. شما میدونستی شهرونده که رأی ندادی. دوستان فقط 7 بره بیرون که بلکه شریکم سبک شه. نوبت منه. چالش هم برای آقای شماره 7. اول میخوام خودم صحبت کنم. دوستان استدلال براتون میارم که آقای شروین مافیاست. آقای شروین شما سوختی، میدونین چرا؟ شماره شما بلند شدی میگی که بین من و دو یکیمون مافیاست، درسته؟ اینو حساب کردی. گفتیم یا من مافیام یا دو. آقای شماره 7 برداشت چی گفت؟ گفت شماره 2 آقا حمید، شماره 4 آقا شروین جفت مافیان، درسته؟ شما بعد شماره 7 رو میکوبیدی. نه که بگی شماره 7 برام شهرونده. شما میدونی که شماره 7 شهرونده. آقای شروین بیرون. متشکرم. شماره 3 و شماره 9 بنده با آقا حمید و آقا شروین سه تا مافیاییم، در حالی که من دارم آقا حمید و مافیا میدونم، شروین هم مافیا میدونم. بعد شروین حرف راجع به من نزده بود، رأی میداد به بنده که بنده بهش گفتم شما حرف نزدی چرا به من رأی دادی؟ دو رأی نداد. آقای 9 مافیا. ایرج صحبت. من صحبت کنم. سلاطین میدونی که باید میریختین روی چیز شروین موقعی که شماره 5 رو زدیم، منتظر بودین یکی راجع به شماره 4 صحبت کنه، بریزین اونجا بگین الان اون تارگت شماره 4 بوده. اتحام. اون موقع باید میریختین رو شماره 4. من میدونم تو چی، پس بشین سر جات. میدونم. ببین شروین بچه‌ها شهروند بازیه، الکی نری. شروین سبک بازیش من میدونم چیه. خب ببین شماره 7 استعلام شما اومده. میخندی ایرج؟ روز یک مگه نیومدی توی دفاع؟ برای چی بهت رأی ندادم؟ آیا هفت مافیا. شما یک صحبت کن. اول نه بعد شما. دوستان آقای شروین مافیای بازیه. من تا حالا بد بازی کردم، قبولی؟ اعتماد بکنی سناریو چیده. اونایی که بهشون اتهام میزنن رو میزنه، من میگه نمیدونم چرا اونایی که دارن میزنن از بازی میرن بیرون، چون خودت میزنیشون. آقای شروین بیرون. یک دو سه امتحان می‌کنم. من گرم می‌کنم داد. آقای حمید شما میدونی شروین چیه؟ شروین خودش نمیدونه چیه. آقای حمید قطعا مافیا، آقای شروین ممکنه مافیا باشه، شماره 7 هم قطعا مافیاست دیگه. اذیت هم نکن. یک شهروند از یک بیام پایین. چالش برای شماره 8. کنسرت رو خوردم دوستم بازی کنه. من صحبت کنم. بله بفرمایید. اول تو قطع کن. من صحبت کنم شروین. دوست عزیز ببین چه راحت اطلاق میکنه، خودش یه نقشی رو بلند میکنه. برو باشگاه قدرتشو داشته باشه نقش بلند کنی داداش. اینجوری نقش بلند نمیکنه. الان هم شماره 1 میگه شماره 4 رو بدیم بیرون، یه دونه تیرم شب بزنیم بازی رو ببریم. امروز قطعا ما به شماره 1 رای میدیم و شماره 2 حق رای هم ازتون میگیریم. این من آخرین نفرم خدا رو شکر. آقا شماره 1 شما یکی رو سفت مافیا میکردی، یکی هم اومد گفتش اگه تو میگی مافیا قبوله، جفتشون رفتن بیرون شهروند بودن. دیستاک شهروند نبودن. عدم تایید. عدم تایید. جاب نورایی اصلا کنسه داد ما رو. مافیا فریب بودن گفت شهروند. فریب داد. فریب رکب مرکب. نگید الان آقای شماره 1 که خیلی زرنگه، آقای شماره 3 که صرفا فکر میکنه زرنگه و آقای شماره 9 که اصلا زرنگ هم نیست، ادا زرنگه هم در نمیاره خدا رو شکر. این سه دوست آقا شاید دو میدونم مافیایی ولی تولدت ان شاءالله کاری بعدا برات میکنه. بریم سراغ رأی گیری. اوکی. یاشار. حمید. سجاد. شروین. معین. ایرج. سامان. ببین دوستان چند تا رأی آوردم. وضعیتی که 7 نفر داخل بازیه مافیا زور داره، درسته؟ چند تا رأی آوردم. شروین هم اگر به من رأی میداد همه رأی داده بودم. اگر مافیا باشم مافیای فروختنی هم. ببین همه تو اینجای بازی شهر نباید بیارید بالا که. تو اینجای بازی مافیا زور داره. شهر نباید بیادش بالا. آقای هفت رو بنده میکنم چند تا رأی داشتی؟ 3 تا داشتی. خودم چند تا رأی داشتم؟ 3 تا. 1، 2، 3، 4، 5 با تأخیر 6. نفر بعد. دوست آقای شماره 9 که بلیت اضافه اومده تو دفاعیه، نه هم کی رأی داد بالاخره اومد. شماره 1، 3، 9 من مافیا میکنم، بعد همه میان تو دفاعیه به جز 1، 3، 9 هم که قسطی. آقا بنده مافیا هم یار دارم دیگه، یعنی انقدر بنده یار ندارم که عقابا رو نگاه کنی رو بالشون عکس منو زدن. آقای شماره 1 مافیا، آقای شماره 3 مافیا. آقا چی جوری مافیاست؟ به جان خودم من نفهمیه، من یه مقدارش تقصیر شماست، مصری نفهمی. بفرمایید. از اینجا هم بهتون میگم نیمه نهایی خوش بگذره، من میرم خونم فوتبال دستی بازی میکنم. خب آقای حمید، بنده دارم به شماره 3 میگم، شما بلند میشی شروین، حمید و منو توی تیم میذاری، در حالی که من خودم دارم جفتو میکوبم و شما اینو نمیبینی، شما اینو نمینی، شما مافیایی. ولی آقای شروین هم مافیاست. شما میگن شهروند نکردی، چرا به من رأی دادی؟ روزی که 3 تا مافیا میتونن رأی بدن شهروند رو بیرون کنن، بازی حساس، چرا به من رأی دادی؟ شما 3 تا شهروند تو این بازی به همراه من به آقای شروین رأی میدن. بفرمایید. ببین دوستا، من هدف میذارم به شماره 1، شماره 2، شماره 7. شماره 1 میشینه تو باز، نمیاد تو دفاعیه. شماره 2 با 6 تا میاد تو، آقا با 3 تا میاد تو دفاعیه. چی میشه؟ من مگه این دوتا رو نگفتم جنگ زرگری دارن؟ چرا با 7 تا میاد، چرا با 3 تا؟ ایشون مافیای بازیه، میدیم بیرون. بعد شماره 1 احتمالا شماره 3 بعدیشه. سامان. این آقای شماره 7 نمیشه، بنده با شما رای دادم، آقای شیمون اومده بالا، بعد میگه ما 3 تا شهر، شما داشتی منو میکوبید دور قبل، درسته؟ به دوستان آقای 7 فقط میره بیرون، آقای 7 فقط بره بیرون که فرداش کارهای آقای شروین انجام بشه. دوستان شروین به شدت مشکوکه. شروین دور اول، دور دوم بازی بنده رو حمایت میکنه، دور سوم بنده رو میکوبه، دور چهارم بنده رو میکوبه. الان شما 3 دوره فقط داری به من. متشکرم. 1 و 3 عزیزان بیستید. شو بشین. رأی گیری مجدد برای حمید. شروین. معین. ایرج. سامان. معین کلام آخر. باختید دیگه. باختید. بشینید دوستان. بشینید لطفاً. بازی تموم شد. بشینید. آقای شروین مافیا، آقای نو هم مافیا. رئیس مافیا بیسته. تولدت مبارک. مذاکره کننده. مافیای ساده. شهر ما شکست خورد، لطفاً باسکاتون رو بزنین. آقایون پشت صحنه تشریف بیارین. دوستان خسته نباشید. یعنی واقعا اصلا این آخرش عذاب وجدان داره، هم به خاطر شاد هم به خاطر کنسه، واقعا عذاب وجدان. ولی بازی بد نبود، فکر کنم 1/4 پسند بود. بازی بد بود دیگه، شهروند بد بازی کرد، هممون ها، نه اینکه بخوام گردن کسی بدم، هممون بد بازی کردیم. شهروند مافیا بهتر بازی کرد، بازی بود خوش جونش. بازی که واقعا افتضاح بازی کردم، واقعا عذر میخوام از شهر، انقدر گیج کرده بودم شهر رو که اصلا حتی فکر کردم من با مافیام، ولی خب فکر نمیکنم. 1 به شدت خوب بازی کرد، 2 خوب بازی کرد، حالا 3 رأی با تأخیرش باید میفهمیدم، سوتیاشو باید در می آوردم، ولی خب 1 و 2 یعنی خیلی خوب حمایتش میکرد. من که اصلا راضی نبودم از بازی خودم، ولی خب حمیدو چند روز استدلال کردم، آوردمش به عنوان مافیا، ولی خب شهروندا گوش ندادن. بازی جذابی بود، با وجود اینکه مافیا بازی رو بردش، سطح بازی نسبت به 1/8 به وضوح بالاتر بود، استدلالا بهتر بود، یه سری فریب‌ها بهتر بود. من که راضی بودم از بازی، ولی میشه بازی مافیا رو، زندگی رو کلا 1 ساعت در نظر گرفت که تمامی چرخ‌دنده ها باید به درستی کارشون رو انجام بدن. 1 شهروند 1 چرخ‌دنده به درستی عمل نکنه، به درستی رأی نده و به درستی دقت نکنه و فکر نکنه، شاید کلا روند بازی رو بریزه به همدیگه و شهر سقوط کنه. اول میخوام در مورد مافیاها صحبت کنم. اولین اتفاقی که توی این بازی رخ داد، مافیاها شهر رو به 2 قسمت تقسیم کردن و یه سری از مافیاها به این قسمت پیوسته بودن، یه سری از مافیاها به اون قسمت پیوسته بودن و شهروندا خودشون تلاش نمی‌کردن که این شکاف رو سامان بدن بهش، سر و سامون بدن به این شکافه و در نهایت هیچ وقت هم تلاش نکردن برای برد، یعنی تلاش نکردن برای اینکه یک خط رو پیدا کنن، یه روند فکری رو دنبال کنن و به صورت پراکنده بازی کردن. یه سری از شهروندها مثلا فکر میکنم که نیومده بودن که ببرن، اومده بودن که نبرن در اصل. تو این بازی من اونجوری که دیدم مافیای توی سایه و مافیای گوشه نشین نداشتیم. تمام مافیا داشتن کار خودشون رو انجام میدادن و جایی که مثلا لازم بود شماره 3 و شماره 1 به همدیگه میزدن، جایی که لازم بود شماره 3 شماره 1 که مذاکره کننده بازی بود رو حمایت میکرد و اجازه نمیداد اصلا اتهام ها زیاد سمتش بیاد که بعد بخواد بکشدش بیرون. کار قشنگ شماره 3 بود اینجا توی بازی. و اینکه کلا شهر مسیرش رو اشتباه داشت میرفت، مسیر درستی نمیرفت و این وسط شهروندایی که دقتشون پایین بود نمیتونستن هم زدن مافیا رو توی این شرایط درک بکنن. به نظر من یه ذره شهروندها تمرکز لازم رو نداشتن، تا آخر مسیر درست رو پیدا نمیکردن و شاید سندروم دست بیقرار داشتن، رأی ها رو به راحتی میدادن. به نظر اگر علت باخت شهر رو بخوام میگم شهر ما ناشنوا بود. ارتباط خوب شهروندها با هم و جدی گرفتن مسئولیت‌هاشون توی شهر عامل مهم برد شهر ماست. این مهم تو شهر ما اتفاق نیافتاد. شهروندهای ما گول بازی خوب مافیا رو خوردن و کارشون رو جدی نگرفتن و شهر متلاشی شد. ذهن ما همیشه بازیگوشی میکنه، به سفرهای مختلف در طول زمان میره گذشته، میره آینده و توی این بازی هم ما این رو بسیار دیدیم و شهر تمرکز نداشت، کارش رو جدی نگرفت و از بین رفت. برای جدی گرفتن کارهامون باید در لحظه اکنونمون زندگی بکنیم، اولویت هامون رو در نظر بگیریم و بدونیم که کاری که داریم انجام میدیم توش حرفه‌ای شدن معنا نداره. شهر و مسئولیتاش مثل یه بازیگر تئاتره، هر موقع که میخوای بری روی صحنه باید بدونی که اون اولین باریه که داری اون نقش رو بازی میکنی. مسئولیت‌های شهروندی ما هیچ وقت تبدیل به عادت‌های تکراری و بی اهمیتمون نمیشه. اگر از من بپرسید که این شهر میتونست پیروز باشه یا نه، جواب من یک جمله است: بله، به شرطی که یک مقدار بیشتری رقابت رو جدی می‌گرفتن. بدرود.